کاوه عباسیان فیلمساز و مدرس فیلم و رسانه در دانشگاه کنت از لندن همراه ما هستن. آقای عباسیان ضمن وقت بخیر به شما، به همین خبر آخر ابتدا بپردازیم. وزیر ارشاد گفته که نهادهای امنیتی مرتبط خواستن فعالیت‌های هنری در کشور دوباره از سر گرفته بشه. چرا انقدر براشون مهم هست این موضوع؟ سلام خدمت شما، خیلی ممنون. بله، جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش در حین اسلامی کردن به قول خودشون سینما ایران، سعی کردن که از نهادها و بنیادهایی که وجود داشته حداکثر استفاده رو بکنن برای استفاده تبلیغاتی و یا حتی المقدور بنیادها، نهادها و جشنواره‌ها و فستیوال‌های جدیدی به وجود بیارن. جشنواره فجر در قالب ادامه دهنده اون اتفاقاتی بود که جشنواره فجر این روزها ادامه دهنده اون اتفاقاتیه که در سال 60 در حال اتفاق افتادن بود. در این حال که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد از جشنواره‌های داخلی ایران برای پروموت کردن، برای تبلیغ خواسته‌های سیاسی و فیلم‌های تولید خودش استفاده کنه، در این حال سعی می‌کرد که از جشنواره‌های خارج از کشور هم چنین استفاده‌ای بکنه با صادر کردن فیلم‌هایی که در ایران تولید شده بود و با سرمایه‌های امنیتی تولید می‌شد و نشون دادنشون در خارج از ایران و یک جور عادی سازی کردن فضای بسیار خونبار دهه‌های بعد از انقلاب سال 1357. اتفاقاتی که امروز هم داره در ایران میفته باعث شده که یک گسست تاریخی در ایران اتفاق بیفته، یک جنبش انقلابی بسیار قدرتمند در لایه‌های مختلف جامعه در جریان، یک سرکوب آنچنانی، یک سرکوب بسیار گسترده در جامعه ایران در جریان و جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی تلاشی که دارن در این روزها انجام میدن اینه که نشون بدن هم به بدنه خودشون در جامعه ایران، هم به مردم ایران و هم به کسانی که از خارج از ایران فوکوس کردن روی اتفاقاتی که در ایران داره میفته، جشنواره‌های خارج از ایران، رسانه‌های خارج از ایران و نهادهای بین‌المللی که دارن به ایران نگاه می‌کنن، که بگن شرایط ایران شرایط عادیه، انقدر عادیه که ما می‌تونیم جشنواره‌ها و فستیوال‌هایی که در تمام این سال‌ها برگزار کردیم رو به سادگی برگزار کنیم و در این حال تماشاچی‌های حد اکثری هم بیاریم. به همین دلیل هم هست که یکی از کارهایی که کردن راجع به جشنواره فجر امسال اینه که جشنواره فجری که معمولاً به در دو تاریخ مختلف برگزار می‌شه، جشنواره فجر داخلی و جشنواره فجر بین‌المللی، یکیش که در زمستان برگزار می‌شد و دیگری در بهار برگزار میشد، این دوتا رو هر دوتا رو یکی کردن به دلیل اینکه میدونستن که از تماشاگر آنچنانی برخوردار نخواهند بود، از شرکت کنندگان آنچنانی برخوردار نخواهند بود و همچنین در جذب داورهای بین‌المللی، جذب کارشناسان و منتقدان و مهمانهای بین‌المللی دوچار مشکل خواهند شد. سعی کردن که همه این اتفاقات رو در این در زمستان اجرا بکنن و به همین دلیل هم است که دارن تمام تلاش خودشون میکنن که تا میتونن تماشاگر جذب کنن، مهمان جذب کنن و شرکت کننده جذب کنن، ولی اینطور که بوش میرسه امسال دیگه از این خبرها نیست. این اتفاقات امسال دیگه فرق داره. هنرمندان ایرانی به صورت حد اکثری بایکوت کردن جشنواره فجر امسال رو، کانونهای هنری، کانونهای فیلم سینمایی و تئاتری جشنواره فجر امسال رو بایکوت کردن و همچنین از مهمانهای خارجی، از شرکت کنندگان خارجی هم خواستن یا خواسته خواهد شد که در این جشنواره شرکت نکنن. متشکرم از توضیحاتتون. کاوه عباسیان فیلمساز و مدرس فیلم و رسانه در دانشگاه کنت از لندن همراهمون بودید.